جناب آقای رضا پهلوی، خسته نباشید. بعد از سفرهاتون به دور دنیا میبینم که از تل‌آویو سر در آوردید. به قول معروف و قرب خیر با خانواده هم تشریف بردید. خوش بگذره بهتون، سوغاتی هم یادتون نره. یه نکته ای رو من بگم به لحاظ دیپلماسی، شاید موقع مناسبی شما این سفر رو انجام ندادید. الان بسیاری از مردم اسرائیل، اکثریت مردم اسرائیل از دولت افراطی فعلی ناراضی هن. من احساس میکنم که مردم اسرائیل از این سفر شما خوشحال نخواهند شد. شاید بهتر بود در موقعیت مناسب تر این سفر رو انجام بدید. دوم که گفته شده وزیر اطلاعات اسرائیل میزبان شماست. بسیار تعجب کردم. چرا وزیر اطلاعات؟ اگر مذاکرات اطلاعاتی و امنیتی دارید، خوب بود آقای پرویز ثابتی را با خودتون می بردید. تو جلساتتون می تونست بسیار مفید واقع بشه. گفتید برای حل مسئله آب کشور رفتید. خب ما می دونیم اسرائیلی ها در این زمینه کارشناس های بسیار خبره ای دارن. ولی فکر نمی کنید یه خود زود برای این کار اقدام کردید؟ گاهی شما یادتون میرم، شما و هم طرفدارانتون که هنوز آخوندها تو تهران رو صندلیشون نشستن، هنوز رژیم آخوندی ور نیفتاده، هنوز براندازی صورت نگرفته، شما رفتید مسئله آب رو حل کنید. الان وقت حل مسئله آب یا الان وقت براندازی رژیمه؟ و نمیدونم، گاهی ما قاط میزنیم با این کارهای شما. اگر که شما برای این مسئله آب رفته بودید، اولا شما مگه کارشناس هستید؟ بعد چهار تا کارشناس رو میفرستید. بعدم اگر برای مسئله آب رفته بودید، باید وزیر کشاورزی از شما میزبانی میکرد، یا وزیر آب و انرژی. در اسرائیل ما وزیر آب و انرژی داریم، ایشون مربوط میزبان شما میشدن. چرا وزیر اطلاعات؟ پس قضیه آب نیست، یه چیزای دیگه یه قضیه خیلی بودارتر از اونیست که بشه تصور کرد. حالا بالاخره معلوم خواهد شد که قضیه چیه. ولی تا اونجا هستید فرصت رو غنیمت بشمرید و دو مورد رو با اسرائیلی ها مطرح کنید. یکی قضیه ارمنستانه و اینکه آذربایجان مرز زمینی ما با ارمنستان رو با اشغال اون دره جنوبی داره میبنده و این کار رو با کمک ترکیه و اسرائیل داره انجام میده. به اسرائیلیا حالی کنید که این جزء منافع ملی ماست و ما سفت پاش وایسادیم، چه با جمهوری اسلامی چه بی جمهوری اسلامی. این کار رو نکنن. همطور که چینی ها اومدن بین ما و عربستان رو آشتی دادن، اسرائیلی ها هم، حالا من نمیگم که بین ما و آذربایجان رو آشتی بدن، لااقل میتونن از تنش بین آذربایجان و ارمنستان بکاهن، کاری کنن که کار به درگیری نکشه، اشغال نظامی نکنن و متوجه باشن که منافع ملی ما در چیست و مد نظر داشته باشن. دوم که آقای پهلوی، وقت اونجا شیطون زیر پوستتون نره، بحث حمله نظامی به ایران و این چیزا مطرح بشه. من این رو خدمت شما گفته باشم، هر گونه حمله نظامی به ایران ملت و دولت رو متحد میکنه. این چیزیست که رژیم اسلامی دلش میخواد. براندازی رژیم آخوندی فقط در داخل ایران و با همت مردم ایران امکان پذیره. ما به هیچ دخالت نظامی از خارج از مرزهامون احتیاج نداریم. حمایت های دیپلماتیک رو میپذیریم، از تمام دنیا میپذیریم، از هر کس که باشه میپذیریم. ولی به هر متجاوزی که بخواد به خاک ما، چه با جمهوری اسلامی چه بی جمهوری اسلامی، تجاوز کنه، به شدت عکس العمل نشون خواهیم داد و قلم پاش رو خواهیم شکست. این رو به اسرائیلی ها بگید. بعدم مطمئن باشید دوستی دیرینه ملت ما و ملت اسرائیل انقدر هست، مثلا اسرائیلی ها ایران را اگر کشور اول خودشون ندونن، کشور دوم خودشون میدونن. بعد از انقلاب به کمک ما خواهند آمد، ما هم نخواهیم به کمک ما خواهند آمد. ما بعد از انقلاب با همه کشورهای همسایه منطقه جهان، چه اروپا چه اونور دنیا،
روابط حسنه و دوستانه خواهیم داشت و مسلماً از کارشناسان همه کشورها دعوت خواهیم کرد برای ساختن زیرساخت‌هامون و استفاده از تجربیاتشون. اسرائیل که جای خود داره همین بغل گوشمونه. بنابراین من نمیدونم که اونجا چه خبره، ولی این هشدار رو من به شما بدم. قبلاً هم چند بار من نصیحت کردم شما رو، شما هشدارهای من جدی نگرفتید، ولی امیدوارم که این دفعه جدی بگیریم. یه نکترم به دوستان اسرائیلی بگم. البته شما خودتون میدونید، شما مسائل ایران رو بهتر از خود ما ایرانی ها میدونید. شما سایز لباس همه ایرانی ها رو هم دارید، من میدونم. ولی این رو هم گفته باشم که نگید حالو نگفت. اگر با آقای پهلوی به عنوان نماینده مردم ایران دارید مذاکره میکنید، بدونید که ایشون نمایندگی 440 هزار نفر از مردم ایران، یعنی 0.5% رو داره و نه بیشتر. گفته باشم